سلام. این هفته میخوام بریم سراغ بررسی یه گوشی. همونجوری که میدونید سال 2017 و پرچم‌دارای زیادی معرفی شدن و خب ما تو بیروز نمیتونیم یه دفعه همه پرچم‌دارا رو با هم دیگه بررسی بکنیم. الان خب S8 اومده، G6 اومده و پیتنی که میخوایم این هفته بهش بپردازیم. برای همین تو هفته‌های آینده به مرور تک تک پرچم‌دارایی که معرفی شدن میخوایم یه نگاهی بهشون داشته باشیم. این هفته با بررسی پیتن با ما همراه باشید. تصمیم داریم برای اینکه بررسیمون کامل باشه کلن یه آنباکسی هم داشته باشیم، یعنی یه جعبه گوشی از اول اصلا ببینیم محتویات داخل جعبه چجوریه. خب یک جعبه سفید رنگ که یک طراحی متفاوتی داره، این بالاش خطی داره، مسلما در جعبه اینجوری باز نمیشه. حالا دقیقا چه شکلیه؟ بازش بکنم. کلن لحظه خیلی قشنگه، لحظه آنباکس که امیدوارم نصیب همه بشه. خب این جعبه اینجوری باز میشه، یه طراحی واقعا متفاوت بود، پرچم‌داری که اینجوری باز بشه نداشتیم. خب این گوشی بالا قرار گرفته، بعد که چند تا سریال نامبر، هیچی. جعبه این دقیقا داخلش چیا هست؟ سوزنش رو اینجا میبینیم، بعد یه سری دفترچه، تنها نیست، یه سری دیگه هم داره. آها، یک قابی هم براش هست که بتونیم ازش استفاده بکنیم، بعد با یه دفترچه که هیچ وقت داره من که شخصا نخوندمش. خب تو جعبه گوشه خیلی مهمه که هر چیزی که آدم برمیداره دقیقا مرتب بذاره سر جاش، خیلی مهمه. خب دو تا جعبه دیگه اینجا داریم، من در بیارم. مربوط میشه به کابلش که USB Type C، حالا نشونش بدم. USB Type C، بعد هنسفیری خودش، هنسفیریش خیلی شباهت خاصی به هنسفیری آیفون داره. بعد و اینم شارژرش که حتما برای استفاده باید یه تبدیل داشته باشید. خب دیگه محتویات خاصی نیستش و همین خاصی نداره. خب حالا میرسیم به خود گوشی که میخوام بازش بکنم. این نسخه که ما داریم یک رنگ رزگل بشم هست تقریبا، یک دیزاین خیلی خوب، بدنه پشتی کاملا فلز، حس خوبی رو بهتون میده، مخصوصا اینکه نوار آنتناش هم جالب شده. نوار آنتناش به جایی که یه خط صاف باشه اومده پایین که توی بعدی که از بالا نگاه میکنید زیاد اصلا خط آنتنا نبینید. همینطور قسمت بالاش دو تا دوربین دوگانه اینجا داریم، فلاش دوگانه، فوکوس لیزری و صفحه جلوی دستگاه. خب دستگاه که از جلو نگاه میکنیم، یه البته خیلی جالب که یه گلسی هم خودش داره، یعنی به صورت پیشفرض گلسی هم خودش داره. لازم نیست که پس گوشو گرفتیم یه راست حالا یه هزینه هم داشته باشیم که بخوایم براش گلس بگیریم. من فکر کنم گلسی که رو خودش به صورت پیشفرض هست جواب کارو میده کامل. این قسمت پایین جک 3.5 میلیمتر رو داریم، USB Type C و اسپیکر که متاسفانه استریو نیستش، پشتش که توضیح دادن. این قسمت کناری هم دکمه پاورشه و دکمه ولوم صدا. این قسمت هم که محل قرار گرفتن سیم کارته. بعد هیچی دیگه. اما یه نکته که جالبه، یعنی جلوی دستگاه برخلاف نسل قبلی این پایینی دکمه داریم میبینیم که شبیه گوشه سری S که حالا البته تو آخرین مدل سری S8 اصلا برداشته شد، ولی خب ما این تازه اضافه شده. حالا دستگاه من روشن کنم ببینم بوتش چجوری و چقدر سریع میادش بالا. پیتون رو میتونیم از دو جهت بررسی بکنیم، یکی دید کلیه که میتونیم به دستگاه داشته باشیم و بحث دومی که یکم مهمتره بحث دوربینه، به خاطر اینکه سال گذشته هم روش تمرکز زیادی شده بود. از نظر طراحی و دیزاینی که خود دستگاه داره به نظر من به نسبت P9 خب یه ارتقای خوبی داره تجربه میکنه، ولی شاید میتونست انقلابی تر باشه یا یه تغییرات خیلی زیادتری داشته باشه. اما در هر صورت وقتی شما میگین دستتون کاملا دستگاه توی دست یعنی جای میگیره، خیلی راحت میتونید با انگشتتون به همه قسمت‌های صفحه دسترسی داشته باشید. من نوار نوتیفیکیشن کشیدم پایین یا اینکه پایین استفاده کردم، هیچ مشکلی نداره، یعنی برای کسی که دوست دارن با یه دست با گوشیشون کار بکنن کاملا مناسبه. حالا وقتی دستگاه تو دست شماست
درسته که حس خوبی دارید، ولی یه قسمتی که یکم ممکنه تو ذوقتون بزنه و زیاد باشه، ارتباط برقرار نکنید، اینه که دکمه هومی که اضافه شده هیچ نسبتی با اون سه تا دکمه اصلی اونجا نداره. یعنی همونجوری که می‌بینید من این دکمه دارم فشار میدم، عملکرد دکمه هومو نداره. در اصل صرفاً سنسور اثر انگشت به جای که پشت دست قرار بگیره یا حالا مثل بقیه مدل‌های گوشی روی دکمه پاور باشه، اومده جلو قرار گرفته. یعنی هیچ قابلیت خاص دیگه‌ای نداره. ما حالا دستگاهی بعدی که می‌خوایم بررسی بکنیم، مثلا یو اولترا، اومده از همون سنسور اثر انگشت به عنوان دکمه هوم هم داره استفاده میکنه، ولی اینجا هیچ واکنشی نداره و صرفا حتی اگه صفحه نمایش خاموش باشه شما به صورت فعال میتونید دستتون که بذارید دستگاه سریع باز میشه. ولی خب واقعا سرعتش خیلی سرعت خوبی بودش. سه تا دکمه نرم افزاری اندروید رو داریم اینجا میبینیم، میتونیم بین منوها جابجا بشیم. این دستگاه داره از اندروید 7 استفاده میکنه که خب دیگه طبیعیه، باید برای سال 2017 اینجوری باشه. بعد ولی رابطه کاربری اختصاصی داره، رابطه کاربری EMUI که نسخه 51ش داره استفاده میکنه. EMUI 51 یکی از سریع ترین رابطه های کاربری به حساب میده. همونجور که میبینید من خیلی راحت بین منوها دارم میچرخم، گزینه ها رو انتخاب میکنم. بعد حالا یه چند تا نرم افزار خوام. برای اینکه دوربینش رو با هم دیگه باز بکنیم، حالا بهتره یکم مشخصه سخت افزاریش رو اول با هم مرور بکنیم. همونطور که میدونید چند نسله که خود پردازنده، یعنی پرچم‌داره پی، دارن از پردازنده اختصاصی استفاده میکنن. خب دقیقاً پیتر هم داره پردازنده اختصاصی های سیلیکون کایری 960 که ترکیب دو تا پردازنده است، یعنی کورتکس A73 با فرکانس 2.4 گیگاهرتز و کورتکس A53 با فرکانس 1.8 گیگاهرتز. خیلی خوبه، مخصوصا اینکه دستگاه 4 گیگرم داره. رسما میتونم بهتون بگم هیچ بازی یا نرم افزاری نیستش که اینو بتونید به چالش بکشید یا یه کاری بکنید که دستگاه کم بیاره. شما خیلی راحت هر کاری میتونید با این دستگاه انجام بدید. ولی دوربین دستگاه که متمایزترین قسمتیه که بین حالا بقیه گوشی میتونید داشته باشین. دو تا سنسور داره. برداشت از دوربین دوگانه توی حالا شرکت‌ها یا دستگاه‌های مختلف کاملا فرق داره. مثلا یک دستگاهی ما می‌بینیم از دوربین دوگانه اومده به عنوان یه لنز تله استفاده کرده که بتونه یه زوم بهتری به دستگاه بده. حالا یه شرکت دیگه اومده یه جوری استفاده کرده که بخواد تصویرای بهتری بده. دقیقاً همین مکانیزم توی پیتم وجود داره. ما دو تا سنسور دوربین داریم. یکیش با رزولوشن 20 مگاپیکسله که در اصل میاد تصاویر به صورت سیاه‌سفید می‌گیره. خب یعنی کل ساخت این لنز فقط ساخته شده برای تصاویر سیاه‌سفید. یکی دیگه از لنزها 12 مگاپیکسله که ساخته شده برای تصاویر رنگی. اما ما تنها یک خروجی تصویر 12 مگاپیکسلی داریم که ترکیب این دو تصویره برای اینکه عمق بهتری داشته باشه، تصاویر رنگش واضح‌تر باشه. حالا بر اساس یه مکانیزمی این دو تا تصویر با هم دیگه ترکیب میشن. خب رابطه کاربری دوربین پیتن یا حالا کلا این دستگاه یکم رابطه کاربریش پیچیده است، به خاطر اینکه شما اول دارید همچین تصویر رو می‌بینید، بعد که از این قسمت سوایپ بکنید دسترسی به تنظیمات پرو پیدا می‌کنید. یعنی شما می‌تونید ایزو رو عوض بکنید، سایز شاتر رو عوض بکنید، بالانس رنگ رو عوض بکنید، یا یعنی اینکه حتی فوکوستون هم به صورت دستی انجام بدید که حالا ما صد کاری با پرو نداریم. بعد اگر این قسمت رو سوایپ بکنید یه سری قابلیت دیگه به شما اضافه میشه. مثلا اینکه شما میتونید کلا تصویرتون رو به صورت سیاه‌سفید بگیرید، میتونید به صورت تایم لپس یا به صورت حالا واترمارک دار، اسلو موشن، پانوراما، نایت شات و حالا قابلیت دیگه که بهتون میده میتونید ازش استفاده بکنید. اما خب اگه من بخوام از این عکس بگیرم، فوکوسش خیلی واقعا سریه و سرعت عکس برداری هم کاملا رضایت بخشه. حالا یه قابلیتی که خوبه، آها، این به من اجازه میده که یکم عمق میدان رو دستکاری کنم. مثلا اگه اینو بیارم یکم نزدیک، خب مگه بخوام اینو یکم تغییر بدم چه اتفاقی میفته؟ آها، همون که خودتون دارید میبینید یکم تو بک‌گراند داره تصویر مات میشه، یعنی این حالت و مثلا این حالت. خب الان بک‌گراند واضح‌تره، ولی در حالت قبلی بک‌گراندم زیاد واضح نبودش. البته یه نکته یادم رفت بهتون بگم اینه که حالا با توجه به مکانیزم دوربین شما دو برابر زوم هایبرید میتونید داشته باشین. یعنی تا دو برابر که زوم می‌کنید کیفیت تصویر آنچنان تغییر نمی‌کنه، ولی خب بازم شما میتونید تغییر رو ببینید. یعنی دقیقاً زومی که من داشتم که خب می‌بینید کاملا زومش به نظر من الان که دارم دقت می‌کنم زوم خوبی داره. دوباره برگردم عقب این تصویر اولیه. نه از نظر دوربین میتونم به جرئت بگم دستگاهی که واقعا ارزش خرید داره، مخصوصا اینکه حالا تو سال 2017 هستیم و میتونم بگم دوربین جزو بهترین است. البته هنوز امتیاز نهاییش منتشر نشده
که به محض اینکه منتشر بشه شما تو شبکه‌های اجتماعی میتونید دقیقاً اون امتیازش رو ببینید. ولی در هر صورت میتونم بگم اگر میخواهید برید سراغ این گوشی، یکی از مهمترین قسمتاش قسمت دوربینه که واقعاً خوب عمل کرده، اما تو بقیه قسمتاش انتظار یه دستگاه کاملا تکامل یافته رو داشته باشین. بدنه خوب، دیزاین خوب، صفحه نمایش 5.1 اینچی با رزولوشن 1080 که رسما به شما این تضمین میده که باتری دستگاه به خوبی عمل کنه. باتریش هم بهتون میگم 3200 میلی آمپره که واقعا برای دو روز کار مثلا نیمه فشرده کاملا جوابگوه. و چیزی دیگه، ممنون که این بخش با من همراه بودید. حتما توی نظرسنجی که توی کانال بروز قرار میگیره یه امتیاز خوب بدید.